سلام عزیز جان، چرا تنها نشسته ای؟ سلام معلمه جان، نمیدونم از چی سبب باشد که لولا تا حال نامده است. عزیز جان، لابای بیا اول با تماشا بینان سلام گویم، بعد صحبتمون رو ادامه میدهیم. خب شده است. از سلام تماشا بینانی عزیز. سلام بچه ها. عزیز جان، لابای چرا لولا دیر کرده استوده باشد؟ نمیدونم، راستی گپ نمیدونم، شاید او در فعالیت بیرون از سینفی مشغول باشد. شاید. سلام معلمه جان. سلام لولا جان. سلام عزیز جان. سلام لولا. سلام بچه ها. معلمه جان. لابای عزیز. و بچه ها مرا ببخشید، امیدوارم که خوب هستید. ما امروز در مکتب در فعالیت بیرون از سینفی نیاز داریم که با گل پروری مشغول شویم. از این سبب تو از مغازه گلدان خریدم که دیر شد. انا معلمه جان، گوی کنی کدام نمودی گلها رو میشنانید؟ کدام نمودی گلها رو؟ من گلی لولا رو بسیار دوست میدارم و میخوام که همین گل رو شینانم. آفرین. و با من گلی نرگیس محکول است. میدونید برای چی؟ برای چی؟ برای که این گلی دوست داشته مادرم است. معلمه جان، لابای شما کدام گلها رو دوست میدارید؟ من تمامی نمودی گلها رو دوست میدارم. هم لولایو، هم صدبرگ، هم بابونایو، هم نرگیس، هم میخچگولو، هم سیاه گوش. این قدر نمودی گلها بسیار بوده است. بله بسیار هستند. در جهان قریب 400 هزار نمودی گلها موجود بوده، هر یکی آنها خصلت و نیازهای خاص خود را دارند. درست گفتی لولا جان، نمودی گلها خیلی زیادند و برای پرورش کردن آنها مهربانی و دقت جدی لازم است. البته معلمه جان، از همین سبب من نگرانم که شاید از عوده گل پروری نبرایم و گلهای شنانده ام نبود گردد. خواتیر نشو لولا جان، برای شناندن گل و پروریش آن قدمهای زیرین ضرورند. انا این کارت با تو یوری میرساند. معلمه جان، با من هم نشان دهید چی طور گل میشنانند تا که تابستان در خانه بیبیم گل شنانم. البته عزیز جان، بیا نزدیکتر بیا ببین. آنا دیدید؟ بله. خوب کنی با من بگوید، از روی کارت برای شناندن گل ما اول باید چیکار کنیم؟ اول ما باید نیمی گلدان را با خاک پر کنیم. بله. بعدن تخمی رو در خاک مونده گلدان رو از خاک تا آخر پر میکنیم. بله. در این کارت گفته شده است که بعد از گلدان رو از خاک پر کردن باید آن رو آب داده در آفتاب گذاشتن لازم. درست. و روز تا روز آب دادن گل رو فراموش نکنید. فراموش نمیکنید. اگر این گفته ها رو رعایت کنید، گل های شما خیلی زیبا میشکفت. تشکر معلمه جان. من علاقه میدونم که چگونه گل پروری کردن لازم و با فعالیت بیرون از سینفی هم آماده میشوم. شما نیز تماشا بینانی عزیز میتوانید خودتان گل شنانید. بله. در خاطر نگاه دارید، اول نیمی گلدان را با خاک پر کنید. پر کنید. دوم، تخم را در خاک گذاشته گلدان را با خاک پر کنید. گلی نو کاشته را آب دهید. بله، گل را در آفتاب روی گذارید. گل را همیشه آب دهید. آفرین عزیز جان و لولا جان. تشکر. اکنون وقتی خواندن حکایه امروزمون رسید. اون هم درباره گلهای گوناگون نقل میکند. این حکایه جالب را اتو میرخوجه نوشته است و حسین چلایف رسمای زیبای آن را کشیده است. شما هم با گوش کردن کتاب آماده اید؟ آماده اید؟ نباشد؟ آغاز میکنیم. آغاز میکنیم.
در یک پلیزی بستان سرا گلی صدبرگ زندگی میکرد. آن برادر و خواهر، پسر و دختر و خیش و تبار بسیار داشت. هر کس که انجمن گلها را میدید یک جهان حلاوت میبرد. صاحب خانه زن هر روز گلها را آب میداد، نوازش میکرد، حتی بعضن برایشان سرود میخواند. شاید گلها همین خل سالهای زیاد با فراغت زندگی میکردند اگر حادثه رخ نمیداد. یک صبح آفتابی بهاران مرد و زنی با پلیس در آمده چند رده گل شنانده رفتند. پس از رفتن آنها صاحب خانه زن گلهای نو را آب و غذا داد و تا درگاه با آنها مشغول شد. از چنین رفتاری وای در دل صدبرگ رشک افتاد. دلش تنگ شد، سرش گرنگ شد. وقتی صاحب خانه رفت، صدبرگ با گلهای نو آمده ستیزید. شما کیستید؟ ما گل هستیم، ناممان لالا، جواب دادن آنها. شاید زیبای دلارا باشید، اما گل نیستید. برای چی گل نبوده ایم؟ پرسیدند لالا ها. گل می بودید، با مانند من می شدید، پاسخ داد صدبرگ. آنی که مثل من نباشد، از ذات گل نیست. لالا ها حیران شدند، از همدیگر پرسیدند. نه خود ما گل نباشیم. نیستید، خطاب کرد صدبرگ. گل باید مثل من یک قامت بلند، صد برگی دلپسند داشته باشد. ما قامت بلند، برگهای دلپسند داریم، با یک آواز اعتراض کردن لالا ها. شما قد پست، برگتان چون برگی من نیست، پس نامد صدبرگ. پولیس پولیسی صدبرگ هاست، بودن لالا ها نارواست. لالا ها سرخم شدند و گفتند. میرسد روزی که ما گل بودنمون رو اثبات میکنیم. باز یک صبح آفتابی همون مرد و زن با پلیس در آمده یک رده گل شنانده رفتند. صاحب خانه گلها رو آب داد و رشک صدبرگ رو دوچند کرد. چون صاحب خانه رفت، صدبرگ با ستیزه پرسید. شما کیستید؟ ما گل هستیم. ناممون بابونا، جواب دادن آنها. شاید زیبا باشید، اما گل نیستید. برای چی گل نبودیم؟ حیران شدند بابونا ها. گل می بودید؟ با مانند من می شدید، پاسخ داد صدبرگ. آنی که با مثل من نباشد، اصلا از ذات گل نباشد. بابونه ها حیران شدند، از همدیگر پرسیدند. نه خود ما گل نباشیم. نیستید، خطاب کرد صدبرگ. گل باید مثل من قدی بلند، صد برگی دلپسند داشته باشد. ما قامت بلند، برگهای دلپسند داریم، با یک آواز اعتراض کردند بابونه ها. قدتان چون قدی من؟ رنگتان چون رنگی من، برگتان چون برگی من نیست، پس نامد صدبرگ. پولیس پولیسی صدبرگ هاست، بودنی بابونه ها نارواست. بابونه ها سرخم شدند، غمگین شده گفتند. میرسد روزی که ما گل بودنمون رو اثبات میکنیم. چند روز پس باز همون مرد و زن با پولیس در آمده باز یک رده گل شنانده رفتند. صاحب خانه گل ها رو آب داد، غذا داد، سرشان را سیله کرد، رشک صدبرگ را آورد. دلش تنگ شد، سرش گرنگ شد. چون صاحب خانه رفت، صدبرگ با ستیزه گفت. شما کیستید؟ ما گل هستیم، گلهای زیبا، ناممان میخک، گلهای دلارایم، جواب دادن آنها. شاید زیبا باشید، دلارا باشید، اما گل نیستید. برای چی گل نبودیم؟ حیران شدند گلهای میخک. گل میبودید، با مانند من میشودید. پاسخ داد صدبرگ. آنی که با مثل من نباشد، از ذات گل نباشد. میخک ها حیران شدند، از همدیگر پرسیدند. نه خود ما گل نباشیم. نیستید، خطاب کرد صدبرگ. گل باید مثل من قامت بلند، صد برگی دلپسند داشته باشد. ما قامت بلند، برگهای دلپسند داریم، با یک آواز اعتراض کردند میخک ها. قدتان چون قدی من، رنگتان چون رنگی من، برگتان چون برگی من نیست، پس نامد صدبرگ. پولیس پولیسی صدبرگ هاست، بودنی میخک ها نارواست. میخک ها سرخم شدند، ملزم شدند، پرهم شدند و گفتند. میرسد روزی که ما گل بودنمون رو اثبات میکنیم. باز یک روز دیگر آن مرد و زن یک رده گل دیگر شنوندند و رفتند. در پولیس دیگر جای نموند. دلی صدبرگ تنگ شد، سرش گرنگ شد. چون صاحب خانه رفت، صدبرگ با ستیزه گفت.
از دست شما روز دارم یا نه؟ شما کیستید و در زمین من از بحری چیستید؟ ما گل هستیم، گلهای زیبا، نام ما نرگیس، خوب و دلارا، جواب دادند آنها. شاید زیبا باشید، خوب و دلارا باشید، اما گل نیستید. برای چی گل نبودیم؟ حیران شدن نرگیس ها. گل می بودید، با مانند من می شدید، پاسخ داد صدبرگ. آنی که با مثل من نباشد، اصلا از ذات گل نباشد. نرگیس ها حیران شدند، از همدیگر پرسیدند. نه خود ما گل نباشیم. نیستید، خطاب کرد صدبرگ. گل باید من بر این قامت بلند صدبرگ دلپسند داشته باشد. ما قامت بلند، برگهای دلپسند داریم، با یک آواز اعتراض کردند نرگیس ها. قدتان چون قدی من، رنگتان چون رنگی من، برگتان چون برگی من نیست. پس نامد صدبرگ. پولیز پولیزی صدبرگ هاست، بودن نرگیس ها نارواست. نرگیس ها سرخم شدند، ملزم شدند، پرخم شدند و گفتند. می رسد روزی که ما گل بودنمون را اثبات میکنیم. روزی نبود که صدبرگ با یگان گل جنجال نکند. از این جنجال تمامی صدبرگ ها ناراحت و عصبانی می شدند. روزی همان زن و مردی که گل ها را شنانده بودند، همراه صاحب خانه به پولیز در آمدند. زن به صاحب خانه گفت: برای یک آزمون عکس گل های زیبا را گرفته به نمایش می گذاریم. بگذار آدمان تماشا کرده به حسن و تراوتشان بها دهند. در میان گل ها شروع ولوله برخاست. آنها از شادی قامت راست کرده ارغوش می رفتند تا زیبایی و رانایی خود را بیشتر نشان دهند. زن و مرد همه را صورت گرفتند، اما با سر صدبرگ ها آمده آهی حسرت کشیدند. وای وای، حال این صدبرگ ها را بینید، خطاب کرد زن. مگر اینها را آب نداده اید؟ پرسید مرد صاحب خانه را. نه، همه را برابر آب می دهم، جواب داد صاحب خانه. اما نمی دانم اینها برای چی خشک و خزان می شوند. ما اول همین صدبرگ ها را نمایش دادنی بودیم، لیکن نشد. اینها حتی با گل هم مانند نیستند، افسوس خورد زن. مرد گفت: چند باری که آمدیم اینها تر و تازه بودند، چرا یک بار خزان شده باشند؟ به فکر من صدبرگ ها همسایگی گل های دیگر را قبول کرده نتوانستند، برای همین از سبزیشون نمو ماندند. نه تنها آدمان، بلکه گل و گیاه ها هم رشک و حسد داشتند. آنها گمان میکنند که با همین حریفانشان را عذاب میدهند، اما نمیدونند که خودشان را خورده خورده خزان میکنند، گفت آن مرد. آدمان رفتند، صدبرگ ها گریان، گل های دیگر حیران ماندند. در یادت باشد ما گفته بودیم که گل بودنمان را اثبات میکنیم، فریاد کشیدند لاله ها. امروز معلوم شد که کدام از ما گل بوده است و کدام نه، شادی کردند بابونه ها. تو هم مثل ما نبودی، لیکن ما چیزی نگفتیم که، نیدو براوردن میخک ها. این اسنا گل نرگیس که نزدیکترین همسایه صدبرگ بود دست بالا کرد و گفت: خاموش صدبرگ، مرا هم گل نشمرید، ولی من وی را تنه نمیزنم. هرچی بود گذشت. ما باید به صدبرگ ها یاری دیم که از نفس شکوفان و خندان شوند. چی خیل برابر آواز براوردن گل ها. گپی گفته صدبرگ رو فراموش کرده رفتارش رو میبخشیم. همسایه ها باید گناه همدیگر رو ببخشند، وگرنه زندگیشون تلخ میگردد. ما هم صدبرگ ها رو بخشیدیم، گفتند گل های دیگر. از چنین معامله خوش گل ها در تن صدبرگ ها جان دمید. ما هم از هر یکی شما گل های محترم عذر میپرسیم، گفتند صدبرگ ها. من بعد گل ها رو چی خلی که هستند همون خل باید شناسیم. بعد یک هفته همون مرد و زن و صاحب خانه به پولیز آمدند و صدبرگ ها رو تر و تازه، شکوفان و خندان، با تراوت و با لطافت دیده خورسند شدند. به به، خطاب کرد مرد، این صدبرگ ها رو نگرید، یک عالمی زیبایی. زن هم به سرشون دوید. چند روز پیش خزان بودند، حالا شکوفان و گلفشان. مرد و زن با شوق و ذوق تمام صدبرگ ها رو صورت گرفتند. صاحب خانه گفت: گل ها با همدیگر زندگی کردن رو یاد گرفتند، دوستی و احترام آنها رو از هلاکت نجات داد. مرد گفت: ما عکس صدبرگ ها رو در قطار زیباترین گل ها به نمایش خواهیم گذاشت.
از این خبر صدبرگ ها برعکس در آمدند. گل های دیگر نیز با آنها همراه شدند. دوستی تن تنه می کرد. واه، خیلی حکایه عجایب بوده است. خورسند از آن هستم که در آخر گلی صدبرگ از رفتار ناشایمش دست کشید و خطاگی خود را قبول کرد. درست گفتی، درست گفتی عزیز جون. انسان ها نیز به مثل گل ها هستند. خطاگی ها را می آموزند و هر کس باید داند که خطاگی را دویم باره تکرار نباید کرد. بله. خوب بچه های عزیز، اینک برنامه امروزه ما به انجام رسید. خیر تا برنامه های آینده. خیر.